بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام خدا و انبیاء الهی و ائمه طاهرین نور، عقل که به تاب عقل رو رشد میده و بارورش میکنه. این کلام عقل رو وادار میکنه به تفکر و اندیشه، هم در همه کارهایی که آدم میخواد انجام بده و هم نسبت به آینده خودش. ما در قرآن در سوره حشر این آیه رو میخونیم: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تنظر در اینجا به معنی دقت، به معنی تدبر، به معنی اندیشه است، نه نگاه با چشم. آیه می فرماید بر هر کسی لازمه نسبت به آیندهش که قیامت اندیشه کنه که چی برای آینده آماده کرده. با چشم که نمیشه آینده رو دید، اما با عقل میشه آینده رو دید. پس این کلام یعنی این نور، یا به قول امروزی ها این انرژی، عقل رو تقویت میکنه، رشد میده. و وقتی وارد قلب بشه، قلب طبق روایاتمون که همین دیروز می دیدم حدود 50 روایت درباره عرش نقل شده، که یه روایتش میگه قلب المؤمن عرش الرحمن، دل مؤمن عرش خداوند مهربان. عرش یعنی چی؟ عرش در قرآن مجید در موارد متعددی به کار گرفته شده که
باید در آیات قرآن دقت کرد که این عرش در این آیه به کدام یک از معانیش استعمال شده. مثلا در سوره نمل سلیمان وقتی از حدود اوصاف تخت پادشاه سبا رو شنید، رو کرد به بارگاه نشینانش، گفت ایکم یعتینی به عرشها، کدوماتون میتونید تخت پادشاه سبا رو در این بارگاه من حاضر کنید. اینجا عرش به معنی تخت حکومت، یه چیزی که چهار تا پایه داره و روش میشینن، بر یه مملکتی حکمرانی میکنن. اما در آیه‌ای که می‌فرماید وسع کرسیه السماوات والارض، یا میگه ذل عرش، خودشو میگه رفیع الدرجات ذل عرش. اینجا عرش به چه معناست؟ اینجا به معنی تخت نیست، این یه معنای الهی داره، معنی تخت نداره. روایات ما دو معنا برای عرش ذکر کردن، خیلی جالبه. یه معنیش فرمودن عرش یعنی علم پروردگار که فراگیر به همه آفرینش و خلقت، یه علم بی نهایتیه که کل ظاهر و باطن هستی رو در خودش داره. یه معنا، یه معنا میگن عرش نسبت به پروردگار به معنای مقام فرمان روایی حضرت حق و تدبیر او نسبت به کل هستیه. و این که میگه قلب المؤمن عرش الرحمن، همین معنی رو میده، یعنی دل مؤمن. میگه مؤمن دیگه، مؤمن یعنی کسی که قلبش مملو و از ایمانه و این ایمانه که فرماندهی چشم و گوش و دست و زبان و شکم و شهوت مؤمن رو در اختیار داره. این ایمان، قلب المؤمنه عرش الرحمن، ایمان نور الهی در قلب، یعنی تمام دستورات به باطن و ظاهر مؤمن از این ایمانش صادر میشه، فرمان روا ایمان اوست. این کلام الله و کلام انبیا و کلام ائمه به قلبی که بتابه، قلب میشه قلب سلیم، میشه قلب مؤمن، میشه عرش الرحمن. یه روایت جالبی هم که به نظرم میاد اصول کافی رو که داشتم ترجمه می کردم در اصول کافی دیدم، امام ششم می فرماید القلب
یا قلب المؤمن حرم الله، دل مؤمن حرم خداست. فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، در این حرم غیر صاحب حرم کسی رو ننشون، غریبه رو تو این حرم را نده، چون غریبه که تو این حرم بیاد میشه بت، مثل کعبه که وقتی از دست اهل ایمان گرفته شد چند صد سال بتکده شد، تا زمان بعثت پیغمبر بتا شدن 360، یعنی هر بیگانه ای را آدم در قلب را بده و بهش تعلق پیدا کنه. یه وقت من با همه امور مادی در ارتباطم، مغازه دارم، جنس دارم، کارخونه دارم، کشاورزی دارم، صنعت دارم، اینا رو برای درون خودم اومدم حال ابزار بهشون دادم، حال ابزار. حال ابزار یعنی چی؟ به پیغمبر اکرم گو ما پول در میاریم، یعنی قیامت به عنوان یه مادیگر، یه آدم پولی گیر مندازن ما رو. پیغمبر اکرم فرمودن پول در میاری، پول میخوای چی کار کن؟ سوال بود. عرض کرد یا رسول الله، معیشت زن و بچه‌مو تأمین کنم، حج برم، زکات بدم و بعد اینا اگر اضافه داشتم مشکلات مشکلداران رو حل کنم، از اقوامم به پایین. فرمود شما رو قیامت میارن به عنوان آدم آخرتی، اما یه کسی که داره پول در میاره و پول رو راکت میذاره، رو هم دیگه سوار میکنه، با توجه به این که همیشه سفره کار خیر پهنه، در آیه 180 سوره آل عمران میگه قیامت میارنش و به وزن تمام ثروتی که در دنیا جمع کرده یه گردن بند از فلز گداخته درست میکنن، میندازن گردنش، میگن این ثروتی که عاشقش بودی اینجا مال خودت. وقتی این نور به عقل من بتابه خوب میتونم خودم رو ارزیابی بکنم، چون خود اون نور کلش هدایت. من راحت خودم رو ارزیابی میکنم، بخیلم، سخیم، کریمم، رقیقم، لطیفم، حقم، باطلم، در گروه قارونیانم، در گروه فرعونیانم، در گروه بلعم باورایی هایم، اینا رو خیلی راحت ارزیابی میکنم، چون خود این کلام تمامش میزانه و معیاره. وارد عقل که بشه، عقل میشه عقل پخته تمیز دهنده، وارد قلب که بشه قلب میشه محب الله، عاشق خدا، مؤمن به خدا، مؤمن به قیامت، مؤمن به حلال و حرام، مؤمن به انبیا،
مؤمن به ائمه، خب چگونه باید اینا رو وارد در قلب یا عقل بکنم؟ زمانی که پیغمبران و ائمه در دنیا بودن آدمای زرنگ، این کلام موسی بن جعفره که مؤمن کیسه، یعنی خیلی باهوشه، با فراسته، زرنگ. میرفتن خدمت انبیا، ائمه، گوششونو میدادن به این کلام الهی و کلام نبی و کلام ولی، گوش میدادن، قبول میکردن، میپذیرفتن، باور میکردن. نور این کلام ها در وجودشون جا می گرفت و ثابت هم می شد و از درون دائما با عقل و با قلبشون کار می کرد. خب اونا وقتی نباشن، من می تونم برم یه چند سالی درس بخونم، این نوع کلماتو بفهم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. من درباره تدبر در روز 21 در امیرآباد بحث زنده نو و جدیدی رو راجع به امیرالمؤمنین دارم، اگر زنده بمونم در سایه همین افلا یتدبرون القرآن اونجا باید باز بکنم که چی میخوام بگم. اگه بتونه خودش درس بخونه، مایه علمی که پیدا کرد، تدبر میکنه، نور به طرف عقل و قلب حرکت میکنه. و اگه نتونست، که اکثر مردم فرصت خوندن معارف الهیه رو ندارن، قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها الى روات احادیثنا. و بعد ائمه میگن سراغ عالمی برین که نه فقط راوی حدیث باشه، که بره توی کتاب یه حدیث فارسی عربی ببینه بیاد براتون بگه، اون به درد شما نمیخوره. سراغ یه عالم فهمیده ربانی برید که به مراتب فرهنگ ما آشنایی داره، آشنایی داره. عرف منازلنا، ما رو فهمیده، درجات ما رو فهمیده، حرفای ما رو فهمیده. از طریق اونا نور رو از راهش که گوشمه وارد عقل بکنم و وارد قلب بکنم. دو نمونهشو براتون بگم، خیلی عالیه، عالی. یکی از سوره مائده، آیاتو میخونم، 3 آیه است. بعد خودتون در اوائل سوره مائده میتونید ببینید. مائده یعنی سفره، یعنی سفره الهی. مائده انزل علینا مائدتن من السماء،
آیه تو همین سوره است، تکون لنا ایدن لأولنا و آخرنا. نمیدونم عددشون چند تاست، مختلف نوشتن، فکر بکنید 10 نفر 10 تا مسیحی مقیم مدینه یا اطراف مدینه، پروردگار عالم در 3 آیه پی در پی در تعریف اینا و ارزش گذاری به این 7-8-10 تا مسیحی قوغا کرد. پروردگار اینا اومدن پیش پیغمبر، هر 10 تاش به ریاست یکیشون، همه هم با هم وحدت فکری داشتن، وحدت قلبی داشتن، با هم دیگه صحبت کردن که بریم پیش پیغمبر ببینیم چی میگه، چه هدفی داره. ما باید در مسیحیتمون بمونیم یا نه تغییر فکر و اعتقاد بدیم بریم سراغ این دینی که او آورده. اومدن در جلسه اول دلباخته قرآن شدن، در جلسه اول یه نتیجه رقت قلب. من وقتی سنگ دل باشم هم با زن و بچه‌م بسیار بد معامله میکنم، هم با پدر و مادرم، هم با مردم، از همه بدتر با خودم. وقتی سنگدل باشم رقم جهنم رفتن خودم امضا میکنم، یعنی به خودم هم رحم ندارم. اما وقتی دل نرمی داشته باشم بستمه، در یه جلسه به اونجایی که باید برسم میرسم در یه جلسه. حالا نگاه پروردگار مهربان عالم رو به این چند تا مسیحی ببینید. از ابتدای ملاقات با پیغمبر تا کجا؟ تا بهشت. اینی که میگم طرح آیه است، 3 تا آیه. نگاه خدا رو از جلسه اول با پیغمبر ببینید درباره این 10 تا مسیحی، آیه دست شما رو میگیره، شما رو بدرقه میکنه که تا کجا اینا رو ببینید؟ در جنات. آشیخ نکنه قیامت این 10 تا مسیحی رو به رخت بکشن بگن که همه عمر دیه روز این 10 تا نبود، بدبخت بیچاره. یه وقت اینا رو مقابل چشم شما علم نکنن. این شرمندگی قیامت که این مسیحی ببین با این کلام نور به کجا رسید و تو مسلمان 70 سال در هوای نفس و لجن شهوات دست و پا زدی. فکر این نوع برخورد قیامت هم همیشه پیشمون باشه. سخت. یا الله. من فقط یه دلخوشی به قیامتم دارم، یه دونه دلخوش، خودشم میدونه. هیچ وقت خودم رو ارزیابی نکردم، نماز روزم هم ارزیابی نکردم و بنای ارزیابی کردنم ندارم.
چون در مقابل عظمت خدا که بی نهایت مگه 4 رکعت نماز ما یا یک گشنگی زور چی هست قابل حرف باشه. همون یه دلخوشی شدید دارم، سرد نمیشم از این دلخوش، و اونم این یا ستار العیوب. بالاخره اگه پرده به روی هیچکی نکشه پس ستار العیوبیش چی میشه؟ معطل؟ بیکار؟ خدا رو میشه گفت معطل کفره؟ در روایات ما آمده معطل کافرن، یعنی اونایی که اوصاف خدا رو معطل میده. کلام مال امام باقر یا مال زین العابدین، نمیدونم مال کدومشون، همین پری روز دیدم که راوی به حضرت میگه وضع قیامت هم چی میشه؟ فرمود شیطون گولت نزنه، شیطون گولت نزنه که قیامت هیچی نداری، نگاه بهت نمی کنن. این شیطانیه، گولت نزن. وقتی پروردگار عالم بهشتیایی که شایسته بهشت بودن برد بهشت، فعین اتقاء الله من النار، پس اونایی که باید از جهنم با غفاریتش با ستار العیوبیش آزاد بشن کجا؟ همین یه عده‌ای رو میده تو بهشت، بقیه را میگه سرتون رو بندازیم پایین، چشمتون کور، برین جهنم، گولت نزنه فکر بد. همین امید من فقط همین. ای امید ناامیدان، ای کریم، ای دوای دردمندان، ای رحیم. اینا در خدا که معطل نمیمونه، کار میکن. خب حالا بیاید از شروع جلسه با پیغمبر با کمک قرآن دنبال این چند تا مسیحی بریم ببینیم تا کجا اینا رو خدا میبره. ازا سمع او ما انزل الى رسول، هنگامی که اون چه بر پیغمبر نازل شده قرآن اینو میشنون، یعنی نورو میدن به گوش. نور وقتی وارد گوش میشه حبس نمیشه، چون گوش زندان نیستش که، نورو رد میکنه طرف دل، طرف قلب. نورو که وارد گوش میکنن، ازا سمع او ما انزل الی رسول، حالا بعد شنیدن تکون خوردن دلو ببینید، به پیغمبر میگه ترا، میبینیشو، تفیزو اعیونهم من الدم، مثل دو تو چشمه آب با شنیدن قرآن از چشمشون عشق میریز، فیضان عشق، فوران عشق. چقدر دل رقیق بوده تو این دهتا، چقدر دل رقیق. دل رقیق عرش رحمان، بیت الله، حرم الله. ترا اعیونه،
تفیز و مند. گاهی قرآن رو با ترجمه های خوب مثل ائمه بخونید. اینایی که تو مدینه سقا بودن برای خونه ها آب می بردن، بعضی ها مسیرشون از در خونه زین العابدین بود، گاهی می اومدن صدای قرآن خوندنش رو از پنجره رو به بیرون می شنیدن، می دیدن آیات عذاب رو که می خونه عین مادر بچه مرده گریه میکن. این سقه ها مشگاری میذاشتن زمین، اونا میشستن به گریه کرده. اگه قرآن آدم بشنوه اثر روش نذاره چه فایده داره؟ این شبا دیگه وقت این نوع آیاته. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، شمایی که خیلی گناه کردید، کمم نه، اسراف در گناه کرد، طبیعی نبوده گناهانت. لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. میبینیشون آیاتو که میشنون دو چشمشون عشق میریزه. چرا؟ مما عرفو من الحق، چون از طریق این آیات قرآن حق رو شناختن، حق رو شناختن، خدا حق، قیامت حق، نبوت حق، امامت حق، ولایت حق، مرگ حق، زنده شدن بعد مرگ حق. مما عرفو من الحق شناختم. یه پرانتز خیلی زیبا کنار این مما عرفو من الحق وا کنم. اول ازتون بپرسم، حسین حق یا باطل؟ جوابتون چیه؟ معلومه همه وجود حسین حقه، درست؟ تفیض و اعینهم مما عرفوا من الحق. اونا که هنو به ابی عبدالله بر نخورده بودن، ولی آیه بعد از زمان پیغمبر به این شکل میاد سراغ ما. مما عرفو من الحق، میبینی اشکشون میریزه به خاطر حقی که شناختن. درست شد؟ خوش شد دلتون؟ امیرالمومنین هر وقت تو خونه، بیرون، مسجد، هر جا ابی عبدالله رو میدید میگفت یا عبرت کل مؤمن. حسین من، تو گریه هر مؤمنی رو در میار. تمام جزء این آیه هستی؟ حتما که هستیم. چرا نباشی؟ حسین حقه. ما با شنیدن اسمش گریه میکنیم. یقولونه، اینا با همه وجود میگن ربنا ربنا
آمنا. ما به این آیاتی که شنیدیم و به محتویات این آیات به کلش ایمان آوردیم. فکتبنا مع شاهدین، خدایا ما دعوت مسیحی رو که ایمان آوردیم، قرآن تو فهمیدیم، حق رو فهمیدیم، در زمره کسانی که شهادت به حقانیت این کتاب دادن بنویس، که قیامت اون شاهدا بیان تو دادگاه بگن این دعوت مسیحی باور کردن قرآن. فکتب نامه اش شاهدیم. حالا ای بریم بیرون، مسیحی دیگه ما رو ببینن، زن و بچه‌مون ما رو ببینن، بگم برای چی رفتین؟ به قرآن مؤمن شدیم، نبوت پیغمبر رو قبول کردیم. ما جواب میدیم و ما لنا لا نؤمن بالله. به چه دلیل ما سراغ خدا نریم؟ به چه دلیل نرم سراغ خدا؟ سراغ کی برم؟ به چه دلیل سراغ خدا نریم؟ و ما جاءنا من الحق، به چه دلیل سراغ قرآنی که خدا بر ما فرستاده نریم؟ و نطمع و ان یدخلنا مع القوم الصالحین، به چه دلیل به خدا دل نبندیم که قیامت ما رو کنار انبیا قرار بده؟ چرا دل نبندیم؟ فاصابهم الله بما قالوا، با این اقرارشون، با این اعترافشون، حبیب من پاداش براشون حتمی کردم. چی هست؟ جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذالک جزاء المحسنین. تمام بهشتها رو براشون رقم زدم، هر بهشتی دلشون میخواد برن بگردن، بهشت اول، دوم، ششم، هشتم، جنات تجری من تحت الانهار. قرآن این دعتا رو بدرقه میکنه تا هشت بهشت. ذالک جزاء المحسنین، این هشت بهشت پاداش نیکوکاران. نیکوکار یعنی چی؟ یعنی اونی که مؤمن به قرآن، مؤمن به توحیده، مؤمن به پیغمبره، محسنه، یعنی اومده در زمره انبیا، اومده در زمره ائمه، اومده در زمره اولیا. ذالک جزاء محسنین. من از لا تقنطوا تشویش دارم، به من امید بده. گناه از برگ و باران بیش دارم. چو فردا نامه خوانان، نامه خوانان. ما در کف نامه، سر در پیش دارم. احالا تا قیامت ازت خجالت زدم. اما امام حسین که تو بالاتر نیست، امام حسین مخلوق تو بود و به بدترین گناهکار گفت ارفع رأسک. تو میذاری من سرم پیش تو پایین باشه؟ نه نمیذاری. نمیذاری.
قوه علا خدمت واشدد على العظيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتي والدوام في الاتصال بخدمته حتى أسرى إليك في ميادين الصابرين وأسرى إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاق وأدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين همه عرفت و همین جمله است و اجتمع فی جواری که مع المؤمنین منم دل دارم دلم میخواد قیامت منو ببری پیش پیغمبر ببری بیش امیر المؤمنی ببری ولو از خیلی دورم باشه دست به سینه بذارم به زهرا سلام کنم بگم من برای بچت خیلی گریه کردم منم تو بندگان دل دارم دلم میخواد قیامت منو ببری پیش امام مجتبی دلم میخواد منو ببری کنار ابی عبدالله نسألك
I'm gonna go
شاکره. اللهم ارزقنا حلاوة معرفت، اللهم ارزقنا حلاوة عبادت، اللهم ارزقنا حلاوة خدمت، اللهم ارزقنا حلاوة مشاهدت، اللهم ارزقنا حلاوة وصالي، اللهم ارزقنا حلاوة لقائي، اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا حلاوة محبتي يا عزيزة، اگه بشه به همه دروغ بگیم و باور نکنن ما داریم دروغ میگیم، به تو که نمیشه دروغ گو، تو که در قرآن فرمودی ان الله علیم به ذات صدور، من از همه اسرار سیناتون درونتون آگاه، راست میگیم به تو پروردگارا، خیلی تو رو دوست داریم، خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در عرفه یا ابی عبدالله قرار بده، مرگ ما رو با امضای رضایت امیرالمؤمنین قرار بده، مرگ ما رو در شهادت قرار بده، به عزت و جلالت قسم، به انبیاء و آیاتت قسم، به اولیاء و ائمه طاهرین قسم، به گریه‌های شب یازدهم زینب کبرا قسم، مولا جان مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، لحظه مرگ صورت های ما رو روی قدم های حسینت قرار بده، برحمتك يا